آه خدا رو شکر، خدا رو شکر. آقا اینو از شرکت فرستادن، ظاهرن برای آقا ندیمه. ممنون نورتم. چرا اصلا بهم نگاه نمی کنی؟ از من می ترسی؟ خیلی خوشحال شدم که زندگیتون رو نجات دادی. اینجا قرار همگی کنار هم کلی اتفاق و تجربه کنی. انگشتر رو تا انداختی تو دستت. به لطف خواهر دیوونت. به نظرت با این انگشتر همه چی تموم میشه؟ نه خیر، با این انگشتر همه چیز شروع میشه. من که برای شروع هیچ نظری ندارم. تو چته؟ چیزی در مورد داملا هست که باید بدونم؟ چی شده؟ نه، داملا رو بسپر به من. تو از بابت اون خیالت راحت باشه. یعنی میخوای بگی تو حواست به ندیم باشه؟ با تو هم همون کارو کرد مگه نه؟ با تو هم همون جوری رفتار کرد. مگه با تو چی کار کرده؟ منم دنبال تو بودم. دیروز با پسرموم رفتیم ساحلگردی، احتمالاً بهتون گفته. به مادرت نگفتی؟ حسابی با هم صحبت کردیم، یعنی درد و دل کردیم. جدی میگی؟ چقدر خوب، خیلی کار خوبی کردی. ها اینجایی پسرم؟ این برای توه. هدیه است؟ هدیه است؟ باز کن ببین. این کیف پول توه، داخلش کارتهای بانکی، کارت شناساییت و همه این مدارکت. یه مرد نباید تو کیفش پول باشه، باید کارت همراهش باشه. خب دیگه مرد گنده، باید پول تو جیبت باشه. جنگ. مادرت گفت که پسرمون دیگه بزرگ شده، برای خودش مردی شده، به زودی قراره برای ادامه تحصیل بره آمریکا. نمیشه که همش از بابا پول تو جیبی بگیری. مرد تو جیبش پول نمیذاره، باید کیف داشته باشه. خب دیگه مرد گنده، تو جیبت باید پول داشته باشی.
تو هم میخوای؟ جنگ؟ اون مال توی؟ ندیم بیچاره که نیازی به کیف پول نداره. هیچ وقتم نیاز پیدا نمی کنه. اون مال توی؟ سرم حالت خوبه؟ ازت ممنونم مامو جان. من به یه کیف پول خیلی نیاز داشتم. بیا اینجا، بیا بیا. خیر، خب روز بازی بسته، برو بسن، برو. ببینی شنی زره؟ ببینی حتی داشتن یک کیف پول براش چه ارزشی داره؟ خودت جمع و جور کن به سر، اون مال سالها پیش بود. آره برای خواهرت خیلی مهمه. بهش گفتی میام، دخترم انگار دنیا رو بهش دادن. ممنونم. شوهرت میدونه داریم کجا میریم؟ نه. خب حقم داری، تو هم حق داری. ندیم چی میدونه؟ نه، توی راه حرف میزنیم. جنگ، اگه ناراحت نمیشی از اینکه رانندم باشی، میشه منو تو یه جایی برسونی؟ دیگه بس کن. هی بابا، میخوای روش قرمز هم بزنم؟ نظرت چیه؟ باشه دخترم، اینقدر بدخلقی نکن، به دلم خوب افتاده. امروز روز شانس ماست. بیا بریم. بیا دخترم، بیا، بیا جونم، بیا عزیزم. شنیز، امروز روز چیز بود؟ آره، چه روزی بود آگاه جون؟ معلومه دیگه، بچه رو میگم. قرار بود ببینیم دختره یا پسره.
خیلی خب، حالا چرا قیافه میگیری؟ اونم نوه ما دوتاست. بهتر دیگه این بحثو اصلا باز نکنیم آگاه جون. سهر خانم دست عروسو گرفت و با هم رفتن دکتر. البته صبح هم یه نگاهی بهم کرد ولی من برو خودم نیوردم. بابا خیالم راحت نیست. چه نیست، راستش انگار یه خوره چیز شد، ممکنه فکر کنن بهشون پشت کرد. ای وای، واقعا اون خانم بعد اون کارایی که با هماهنگی شما انجام داده هنوز انتظار داره خانوادگی تو بیمارستان براش ردیف بشین؟ خیلی زرنگه. آره خب، اما اینجوری هم که نمیشه. ما به خاطر ندیم میخواییم بریم، خب زشت میشه. به نظرم این کار برازنده ماست. خیلی خوب باشه، دست پدرشو بگیر ببر بیمارستان. راستی پدرش کجاست؟ قبل از من و تو این وظیفه یه پدر بچه هست آگاه جون. امروز زیاد حرف نمیزنی؟ هیجان زدم. ببینم تو بیمارستان چی کار داری؟ اتفاق بدی که نیفتاده؟ نه، برای من که هیچ اتفاق بدی نیفتاده. حتما میخوای بری چکاپ. ببینم بابا خبر داره؟ گرچه اگر میدونست تو رو تنها نمیذاشت. من که تنها نیستم، تو کنارمی. مامان کاش به ماشین اونا میرفتیم. تا وقتی تاکسی پیدا کنیم دیرمون میشه. نمیخوام با ماشین اونا بریم. چون عجله داشتیم اینو گفتم. خوب میدونستن امروز وقت چکاپ داشتیم. این چه وضعیه که عروس و تک و تنها همینجوری میفرستن بیمارستان؟ مگه دختر من بی کس و کاره؟ چرا هیچ کس نیومد بگه حداقل به شوهرش خبر بدین؟ تاوان یه اشتباهو یه بار میدن. خواهرتو قراره هزار بار تاوان بداره؟ انگار این بچه پدر نداره، دخترمونو تک و تنها گذاشتن. واقعا زشته. من دیگه تحمل این چیزا رو ندارم. از طرف ندیم که دیگه هیچ امیدی هم ندارم. اون شب اون همه باهاش حرف زدم و درد دل کردم. ببینم چیکار کردی؟ به خاطر خواهرت، به خاطر بچهش. گردنمو کج کردم و رفتم باهاش حرف زدم. چیکار می‌کردم؟ چطوری تونستی این کارو بکنی مامان؟ چطوری تونستی از ندیم بخوای جرنو ببخشی؟ نگاه کن به چه روزی افتادیم. مثلا قرار بود این بچه ثروتمند باشه، قرار بود واسه خانواده کارچای ارزشمند باشه، پس کوچن ها؟ حتی یکیشون هم نیومده، حتی یکیشون. جرن خانم بفرمایید. میخوای منتظرت بمونه؟ نه، ازت میخوام با هم بیای. مامان من که نمیخواستم ناراحتت کنم، وایسا. اما ناراحتم میکنی. شما دوتا خواهر بهترین کاری که بلدین اینه که مادرتون رو ناراحت کنین. همین مامان. دخترم من دلم برای اون بچه میسوزه، نه برای خواهرت. این که تمام تلاشم بکنم یه بچه بدون پدر و مادر بزرگ نشه گناهه. مامان جون جرم پشیمون نیست. اگه میدونستم فقط یه ذره پشیمونه، باور کن تلاش میکردم. اون برای اینکه گیر افتاده پشیمونه، و تو هم هر کاری که بکنی ندیم بازم اونو نمیبخشه.
مامان. ندیم، اگه از این طرف نباید بریم. داری اشتباه میری ندیم. حالتون چطوره؟ هیجان زده هستی؟ خیلی خیلی هیجان زده. ظاهرا پدر بچه نتونسته بیاد. پدر بچه رو میگه، میگه نتونسته بیاد. خانم دکتر میگن ظاهرا پدر بچه نتونستن بیان. دکتر خانم جون، میشه یکم دیگه منتظر بمونیم؟ چشم، حتما. مامان بزرگ تو حالت خوبه؟ آره حالت خوبه؟ ما منتظر کی هستیم؟ کی قراره بیاد؟ خب دیگه فکر میکنم همه حضور دارن. بله ببخشید خانم دکتر. شما مادر بزرگ بچه بودین، شما چی؟ خالشه. حالا که دیگه همه اومدن میتونیم شروع کنیم خانم دکتر. خیلی خوب، حالا بابای بچه کیه؟ بابا؟ من. چون من خواستم اینجوری بشه. تو میخوای پدر بچه من باشی؟ صبر کن، به زودی میبینی. جرن خانم، لازم نیست خودتون رو منقبض کنی، لطفاً راحت باشی. جرن خانم، ممکنه به بچه استرس بدی. جرن خانم،
این اینجا چی کار میکنه؟ خب حالا اگه همه حاضر باشن یه پسر کوچولو قرار بیاد توی خانوادتون. شنیدی؟ گفت پسر دختر پسرش که فرقی نداره، امیدوارم صحیح و سالم به دنیا بیاد. آمین، به امید خدا، به امید خدا. تبریک میگم. امیدوارم خوشبخت باشی. میشه لطفاً من و همسرم رو تنها بذاری؟ البته اگه معاینه شما دیگه تموم شده باشه خانم دکتر. بله اتفاقاً معاینه منم تموم شده، بفرمی. تو بود بازی شنیز نبود، اون جواب آزمایش بازی تو بود، تو این کارو کردی. چرا اومدی اینجا؟ ندیم من آورد. برو از خودش بپرس. طاقت نهی برده پاشده اومده. خدا رو شکر. اولین بار با چشای خودش دید. شاید بچهشو قبول کنه. دلش به رحم میاد. با یه معذرت خواهی شاید همه چی درست بشه. ببین کی داره میاد. داماد که اومد همشون ریختن اینجا. پسرم تو برای چی اومدی؟ تو شوهرتو آوردی عروس؟ خدا ازتون راضی باشه آقا آقا. شما راضیش کردین که بیاد بیمارستان نه؟ کیو؟ برای چی باید راضیش میکردم؟ چطور تونستی این کارو بکنی؟ چطور تونستی در حالی که حقیقتو میدونستی برای چی باز این کارو کردی؟ خیلی زشت بود. کاری که آقا آگاه تو بیمارستان کرد واقعا زشت بود. تو روحیه خودتو حفظ کن دخترم. دیدی که شوهرتم طاقت نیاورد و اومد اونجا. پسرشو با چشای خودش دید. بذار آقا آگاه هر کاری میخواد بکنه. وقتی شوهرت بخواد تو رو ببخشه میبخشه. دیگه به هیچ کس هم مربوط نیست. بله خب معلومه. دامادمون که دیگه مثل قبل نیست، هر جا دلشون میخواد بکشنش. خدا رو شکر دیگه سر پاس. یه مش میزنه رو میز همه چی تمومه. آخ
عزیز دلم خسته شده، دلش گرفته. چرا این کارو کرد؟ چرا؟ زود باشین دیگه، شما هم پاشین برین، زود باشین. این دیگه داره کجا میره؟ ولش کن، بذار بره خوب خواهرشه. مگه نمیبینی چقدر ناراحته؟ از بیمارستان که اومدیم یک کلمه حرف نزده. میشه از اتاقم بری بیرون؟ اصلا حوصله‌تو ندارم. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ از اتاقم برو بیرون. دارم میگردم، دارم بهت نگاه میکنم ببینم میتونم یه خورده شرمندگی و خجالت تو اون صورتت ببینم، اما چیزی پیدا نمیکنم. چرا جمره، از اتاقم برو بیرون، اصلا حوصله ندارم. چرا جرن؟ چرا تو قیافت فقط ترس میبینم؟ به هم بگو دیگه. از کی؟ چرا اینقدر ازش میترسی؟ من بهت گفتم از اتاقم برو بیرون. بابات همین جوری داره دور حیات میچرخه. معلومه تو بیمارستان نتونسته حرسش رو خالی کنه. عمدن تو رو برده بیمارستان، میخواد بازی موش و گربه را بندازه. اما بازم خوبه که اولین حمله شو دیدی. معلومه که اولین حملهش منم. ای بابا. نه، اولین حملهش تو نیستی جرنه، و این حمله قطعا یه حمله خطرناکه. نمیدونم ندیم چرا داره از جرن حمایت میکنه، اما هر کاریم که بخواد بکنه کاش ادامه بده، چون این باعث نمیشه که اون مقابل ما قرار بگیره، در واقع روبروی پدرت قرار میگیره. اون عفریت یه کوچولو میخواد کاریو بکنه که ما هیچ وقت نمیتونیم انجامش بدیم. پدرتو ندیمو میندازه به جونه هم. بچه به دنیا بیاد عقدتون باطل میشه. اون دختر هم از تو هم از من باید دور بمونه. همچین کاری کردی ندی؟ با این که بهت گفتم همسرت واقعا غیر قابل اعتماده، تو این برهه از زندگیت نیازی به این کارا هست؟ بعد از اون همه حرفی که با هم زدیم مطمئنی این کاری که کردی دلیل دیگه ای نداره؟
تو مطمئنی باز نمیخوای کسی رو مجازات کنی؟ مطمئنی قدمایی که برمیداری تو رو جای درستی میبره ندی؟ اومدم بابا، چه خبره؟ اون کجاست؟ بابا آقا خوش اومدی. من پدرتو نیستم. اما آقا خان، ببین، خوب ببین، با اون چشمای فتنه گرت خوب به چشام نگاه کن. این چشم فراموش نمی کنن تمام بدیها، بیرحمیها، کسافتکاریهایی که می بینن. و من حتی یه دونه از اشتباهاتو فراموش نکردم و نمیذارم کسی هم فراموش بکنه. حالا دیگه حق نداری از شوهرت کمک بخوای، حتی سر راهش هم قرار نمیگیری. هم از خونم هم از برادرزادم باید دور بمونی. ندیم دیگه بچه دیروز نیست. اگه بخوای از سادگی و مهربونی برادرزادم سوء استفاده کنی، چشامو میبندم و کاری که نباید بکنم و میکنم. باز میخوای چه بلایی سر دخترم بیاری آقا؟ آقا تو آخرین جلسمون بهت گفته بودم خشمی که نسبت به جمره داری تو رو به راه های اشتباهی میکشونه. حس میکنم مدتی نمیتونی درست فکر کنی و داری رو چیزای منفی تمرکز میکنی. تو باید رو زندگی جدیدت تمرکز کنی، به چیزای جدید یاد گرفتن، به جای این قدمایی که واسه مجازات کردن اون برمیداری. میشه برای امروز دیگه کافی باشه؟ اما هنوز تموم نشده ندیم. برای من تموم شده. باشه، فقط به یه سوالم جواب بده. به عنوان دکترت باید بدونم برنامه چیه ندیم؟ هر وقت انجامش دادن میبینید. روز 18 ماه کسی مثال 2019 ندیم کاراچای 20 ساله مثل یه نوزادی میمونه که تازه به دنیا اومده، اما خودش متوجه این نیست. بی تجربه و خشمگین. اشتباه اشتباهاتو مدام تکرار میکنه. حتی دیروز بعد از اون همه حرف، اون همه سرزنش، بازم سکوت کردم. گفتم این آقا آگاه، خلق و خوش اینجوریه، گفتم رفتارش اینجوریه، اما دیگه بسه، به اینجام رسیده. تو هر کی میخوای باشی باش، ولی نمیتونی بری تو زندگی زن و شوهری که فردا پس فردا قرار صاحب بچه شن. مخصوصا اون حرفی که رو زبونته، اون حرفی که همش میگی، اونو اصلا نمیتونی انجام بدی. من با تو نیستم، دارم با دخترت حرف میزنم. همچین چیزی نداریم، من و دخترم فرقی نداریم، باید با من حرف بزنی. الان هر دومون اینجاییم، رو در روتم وایسادیم، هرچی میخوای بگو، خیلی هم واضح بگو. تو به حد کافی ما رو خجالت زده کردی، حتی پسر خودت هم شرمنده کردی. حالا نمیخواد اینقدر حرفتو تو دهنت بچرخونی یا نگی. الان وقتش نیست سهر خانم. راشو کشید و رفت، هنوز حرف از دهنم بیرون نیومده. راشو گرفت و رفت. ای خدا، مامان بذار بره، ولش کن زهر، بذار بره. این آدم چپ و راستش معلوم نیست. خب منم مثل خودش باش رفتار میکنم، وقتی یه حرفی رو میزنه باید وایسه و تمومش کنه. مامان
تو دخالت نکن. یعنی چی تو دخالت نکن؟ میدونی اگه فیلمایی که دیده به مادرمم نشون بده چی میشه؟ شوهرت حرفاشو بهت زد، از این به بعد دیگه چیزی برای ترسیدن نداریم. آقا آقا برازنده شما نیست، بخوای یه حرفی رو بزنی بعدشم را تو بکشی و بری. این کارت غیر انسانیه. اگه حرفی داری خب خیلی راحت وایسا و تو روم بگو. گوش کن، نزار دهنم باز بشه چون اصلا به نفعت نیست. سر خانم بفرما. کینه داری، تو خیلی کینه ای هستی، حرفی برای گفتن نداری، تو فقط کینه به دل گرفتی. جمره میشه یه لحظه بیای؟ چی شده؟ برو اونو جمعش کن، وگرنه خودم مجبور میشم این کارو بکنم.